نمایندگان آمریکا هم مصوبه غیر قانونی سنا را تایید کردند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین روز قبل از تعطیلات دو هفته ای به مصوبه ای رای داد که طبق آن آقای حمید ابوطالبی سفیر جدید ایران در سازمان ملل به علت اینکه از دانشجویان پیرو خط امام بوده نمیتواند وارد نیویورک شود. مصوبه‌ای که استقلال بزرگترین سازمان جهانی را زیر سوال می‌برد. بعد از سنا، مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرح جلوگیری از ورود سفیر پیشنهادی ایران به مقر سازمان ملل را تصویب کرد. مصوبه‌ای که همراهی دو مجلس و دولت آمریکا را در تصویب قانونی با هدفگیری یک نفر دیپلمات با هم داشت تا یک اقدام غیرقانونی به صورت قانون درآید. طبق مصوبه کنگره آمریکا، دولت آمریکا به افرادی که به جاسوسی یا تروریسم و خشونت بر ضد شهروندان آمریکایی متهمند نمیتوانند روادید ورود به آمریکا بگیرند. اتهاماتی که گرچه نامی از آقای ابوطالبی نبرده ولی به صورت کلی برای جلوگیری از سفر نماینده جدید ایران به سازمان ملل تصویب و برای آن توجیهاتی عجیب و غریب هم درست شده است. جلسه خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شنیدنی و قابل تأمل است. گزارش های امروز نشان می دهد که اوراق دادگاهی وجود دارد که او یعنی حمید ابوطالبی در دهه 1990 در ترور یک فرد ناراضی ایرانی در ایتالیا نقش داشت. آیا دولت آمریکا از این مسئله با خبر است؟ من این گزارش ها رو مشاهده کردم. ما نگرانی های خود را به صورت علنی برای ایرانی ها و برای سازمان ملل متحد بیان کردیم و گفتیم که معرفی این فرد ممکن و شدنی نیست. ما قطعا در نگرانی هایی که اعضای کنگره بیان کردن سهیم هستیم. آیا گفتن این که معرفی این فرد ممکن نیست معنیش این است که شما تمایل دارید که ایرانی ها معرفی این فرد به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد را پس بگیرند؟ من وارد جزئیات مسائل نخواهم شد. آیا در گذشته مواردی از صادر نشدن روادید سفر به آمریکا برای نمایندگان کشورهای خارجی در سازمان ملل متحد وجود داشته؟ من از طریق این تریبون نمیتوانم به سوابق تاریخی اشاره کنم. من نمیخوام در این باره صحبت کنم. آیا برای این اقدام آمریکا دلیل حقوقی وجود داره یا اینکه موضوع مربوط به سیاست گذاریه؟ بر اساس بند 11 توافقی که در سال 1947 به امضای سازمان ملل و آمریکا رسیده است، مقامات دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت‌ها صورت گیرد. موافقتنامه سازمان ملل و آمریکا همچنین تصریح کرده است روادید به اعضای گروه‌های دیپلماتیک و نمایندگان دولت‌ها باید بدون هزینه و در کمترین زمان ممکن صادر شود. سخنگوی سازمان ملل بدون دفاع از استقلال این نهاد که باید حافظ منافع همه اعضای خود فارغ از منافع کشور میزبان باشد میگوید مسئله ابوطالبی را آمریکا و ایران باید بین خودشان حل کنند و ما فعلا نمیخواهیم اظهار نظر کنیم. این موضوع مسئله ای صرفا دو جانبه است. امیدوارم آمریکا و ایران بتوانند این مسئله را میان خودشان به صورت دو جانبه حل و فصل کنند. قانون جدید کنگره برای امضای نهایی به اوباما فرستاده شده است. یک مقام آمریکایی گفته ممنوعیت صدور روادید به ابوطالبی به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد و سیاستگزاران ارشد دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم‌اکنون در حال بحث درباره آن هستند. تا زمانی که از کانال‌های رسمی و مجاری رسمی پاسخ رسمی رو دریافت نکنیم این مسیر رو تمام شده نمی‌دانیم. به نظر می‌رسد اگر آمریکا همچنان به رویه غیرقانونی خود ادامه دهد ایران می‌تواند از نظر حقوقی شکایت به نهاد داوری ببرد. در موافقتنامه 1947 کشور میزبان سازمان ملل آمده است اختلافات بر سر این موافقتنامه باید به دادگاه متشکل از 3 داور ارجاع داده شود. یک داور را سازمان ملل متحد،
و یکی را آمریکا تعیین می‌کند و داور سوم نیز باید توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود یا مورد تایید این دیوان باشد.